خودش بده، ولی تو ترس از این پرش یا رسیدن توی موقعیت جدید داری، یعنی مغز تو عادت شده یاد گرفته که این موقعیت رو گوشه امن خودش نگه داره، حتی با اینکه تو شکسته، توش ضعفه، توش درده، ولی تو به دلیل اینکه آگاه نیستی از موقعیت جدید و نمیدونی میزان درد یا حتی مسائلی که اونجا نشسته چی هستش، اون چیه که من انسان نگه میداره توی اون موقعیت رنجاور و دردآور و تحقیرآمیز و نمیذاره من عبور کنم بگذارم. زمانی که من پلن بی و پلن سی رو نمیبینم، زمانی که اعتماد به نفس کافی ندارم، زمانی که از گریو میترسم، زمانی که از تنها شدن میترسم، زمانی که احساس میکنم وای اگه هیچ کس نباشه تو زندگیم چی، اینا همه از ضعفای شخصیتی من میاد، از نداشتن اعتماد به نفس من میاد. ما باید از گریو نترسیم، ما باید از سوگواری نترسیم. سوگواری فقط مرگ نیست، از دست دادن کار، رد شدن توی درس، هر چیزی به زبان انگلیسی سوگواریه. ما سوگواری رو فقط مرگ میدونیم، ولی سوگواری، مریض شدن سوگواریه. 2 سال رفته تو سوگواری بیماریش. زمانی که ما از سوگواری میترسیم، کی بود من دیوز نیست اینجا، از یه رابطه وارد رابطه، یه رابطه رو دوست داره، 5 سال توی یه رابطه است، ولی میگه به درد هم نمیخوریم، ولی تیک دارن برای رابطه شون، اما یه تیک های زبدر دارن. این میگه اوکی تو برو سوی خودت، من سوی خودم. همش تو این چند سال همش تو رابطه های مختلف هم قرار میگیره و نمیتونه مرد ایدئالش رو پیدا کنه، به خاطر اینکه نمیخواد سودواری کنه، اونو تموم کنه، چون احساس میکنه اگه کمپلیتلی اونو بذارم کنار، بعد این خلا خیلی ترسناکه، خیلی تنها. این خلای تنهایی، ترس از تنهایی ما رو دوباره میندازه تو اون مرداب لجنزار. تا چقدر دردناکتره که من برگردم تو همون توف سربالاییه، تو همون ساری مای لنگویج، عذر میخوام اگه در مورد رابطه میگم، برگردم به همون استفراغی که کردم، برش کردم. اگر هست این دیگه باید ویست بشه بره، نباید برگردونم به بلعمش. اگه برش گردونم مسمومتر برش گردوندم، با دنیا میکروب بیشتر برش گردوندم. اون بهتر نمیشه که بدتر میشه، منم برای اون بهتر نمیشم که بدتر میشم. به همین دلیل اگر ما بیاموزیم که یاد بگیریم سوگواری رو، من چندین ساله میخوام سوگواری رو بیارم، حتی فریبا که سکرتر منم بود برای مدت فوت کرد، بعد از مموریال که براش درست کردیم تاپیکو ورداشتم، گفتم بذار هممون سوگواریم، سوگواری بذاریم. جلسه اول نتونستم بچهای اون دور بکشم، گفتن این سو پینفول، براش داشتم. سخت نیست دار چون سوگوار بودیم برای فریبا، ولی سوگواری رو باید بشناسیم، مراحلش رو بشناسیم. تو هر شرایطی تو زندگیمون ما سوگوار میشیم، بدون شک میشیم، نترسیم ازش. آخر دنیا نمیشه اگر تو یه چیزی رو از دست دادی. نگاه کن برای پلن بی و پلن سی، ببین بعدش چی کنم. بانویی که در کنارتون نشسته بارها به انتها رسید زندگی زناشویشون، اما اتوماتیکلی بدون اینکه بخونه درس مدیریتو، نچرالی مدیریت داشت، سریع رفت برای پلن بی پلن سی. ولی خیلی از شماها پلن بی پلن سی رو بلد نیستین. وقتی که شکست میخورین یا فریز میشین یا خیلی غمگین میشین یا افسرده میشین یا عصبانی میشین، فکر نمیکنین برای پلن بی. کاری که ناصر کرد، به خودش این گریو و تایم داد، متوجه شد که اولا از همه چی مهمتر اینه که برای خودش حرمت قائل شد، شخصیت قائل شد، نخواست شخصیت خودش رو خرد کنه. این یه پله بزرگ بود. پله دوم اینه که this is a grief، من باید اینو پاس کنم، و حضور مداومش شروع کرد. ساکتم بود، اکثر مواقع حرف نمیزد، اما لحظه به لحظه میبلعید، با خودش میبرد، رو خودش خوب کار کرد، وارد یه رابطه دیگه، یه رابطه دیگه که یه وقت حالا حوصله‌ام سر نره، یا اینکه وای چقدر سخت تنها شدن، یا اینکه ثابت کنم بهش که دختر 14 ساله هم میتونم. کاری که خیلی از شما آقایون یا آقایون بیرون بلدن از این کارا، یا مامان جوناشون بلدن واسه شون پیدا کنن. نکرد. نه. هم خوش تیپه، هم بسیار نازنینه،
میدونین شما که دوستای نزدیکش هستین، یکی از بهترین دوست مرده، چه برای زن و چه برای مرد.